خواستی هست. خدا وقتی که میگه من ذاتم این گونه هست و حالا تأکید ما برای تثلیث هست و کثرت در ذات خدا، خدا از ما انتظار داره که او رو به اون گونه ای که هست، همونطور که به اشاره کردی، بفهمیم، بشناسیم، در با او رابطه داشته باشیم. و این در حالی هستش که به قول رابرت لثم تو اون کتابی که اون پیشت داری اشکان جان، اشاره میکنه که کلیسای غرب اگر بخوایم یه مقدار تند صحبت بکنیم، کلیسای یگان انگاران است. به این معنا که هم اکثر نیایش ها و پرستش های کلیسای غرب متوجه خداست، اسم عمومی و جامعه‌ای که برای خدا به کار رفته شده. و حالا دکتر مهداد فاتحی توی کتاب خودش به اسم تثلیث نگاهی به خدای مسیحیان به کلیسای ایران نگاه میکنه و میگه کلیسای ایران اکثر توجهش بیشتر روی دوگانگیه، بر روی پسر و روی قدوس. حالا خدای پدر اینجا کمرنگ هست. در هر دو حالت میبینیم یک کمبود و فقدانی هست و اون کمبود و فقدان به خاطر دخالت ندادن تثلیث و مکاشفه کامل خدا در پرستش خودمون، حالا بعد در اکثر بخشای الهیات خودمون، الهیات کاربودی خودمون، عدم حضور تثلیث مشکل ساز شده، میبینیم که هست. و حالا افراد مختلف میگن که به دلیل اینکه چنین تأکید بسیار زیادی بر وحدانیت و توجه کمتر ما به کثرت ذات خدا، از صحبت‌های مثل افرادی مثل آگوستین نشأت گرفته که نطفه الهیات تثلیث کلیسای غرب رو او گذاشته. حالا کلیسای شرق تمرکزش خیلی بیشتر هستش روی سگانگی و تثلیث و اغنوم تثلیث تا کلیسای غرب. مثلا ما کتاب‌های الهیاتی رو مثل چارلز هاج رو داریم که 250 صفحه در باب ذات خدا می‌نویسه و چند صفحه رو فقط تخصیص میده به تثلیث. یا مثلا لوئیس برکاف فقط 7 صفحه رو تون الهیات سیستماتیک کاتوکولوفتش فقط 7 صفحه رو تخصیص میده به تثلیث. توجه خیلی کم بود به تثلیث. الان توی این قرن حاضر توجه ها به تثلیث خیلی زیاد شده. توی کلیسای شرق این درست برعکس بوده. یوحنای دمشقی رو داشتیم، کتاب خودش رو که در مورد ذات خداست با تثلیث شروع میکنه و تثلیث تار و پود نوشته و صحبت های او رو در بر گرفته. ولی کلیسای غرب به نظر میاد یه مقدار فاصله گرفته از این سگانگی و تمرکز اون بیشتر بر یگانگی هستش تا به کثرت. و اینم تاثیرش کجاست؟ تاثیر مستقیمش توی پرستش های ما بر روی اون سروده هایی هستش که داریم تصنیف میکنیم برای خدا میخوایم ارائه بدیم. من فکر میکنم حالا هفته آینده اگه وقتش باشیم صحبت ما این خواهد بود که چطور خدای تثلیث به کمک انسان میاد تا در پرستش انسان نقش داشته باشه و چطور اصلا پرستش ما از کار خدای تثلیث تشکیل شده. اما این هفته میخوام تمرکزمون رو بذاریم راجع به اینکه ما خدای رو میپرستیم که در تثلیث خودش رو بر ما مکاشفه کرده. من فکر میکنم دو تا بود هست، یه خورده پیچیده میشه. اگه من یه خورده پرت شدم شما از من کمکم کنید، چون واقعا مبحث سختی هست و از حرف زدن در بابش سخت‌تر. ما خدا رو امروز از طریق مکاشفه خدا میشناسیم، از طریق اونجوری که خدا خودش رو به ما مکاشفه کرده، یعنی عمل کرد خدا به من صفات و ذات خدا رو نشون میده. این اونجوری هست که ما خدا رو درک میکنیم. اگه خدا مکاشفه خودش رو نمیکرد، خب ما هیچ وقت گفتیم ما به خدا نمیتونستیم برسیم. اما در پرستش ما درست برعکس این پرستش ما انجام میشه. یعنی چی؟ یعنی اول پرستش من پرستش ذات خداست، پرستش خداییست که برتره و مثل اون نیست و خداییه که همه چیز از ذات اون نشأت میگیره. خلقت، در واقع صفات خدا، نیکویی، همه چیز از ذات خدا شروع میشه. پس پرستش من اول مختص ذات خداست، ذاتی که برتره، ذاتی که همه چیز از اون شروع شد. چرا اینو دارم میگم؟ برای که اگه ما پرستش خودمون از کار خدا شروع بکنیم، بعد کار خدا باید معرفه، در واقع پرستش من برای کاری هست که من خوشم میاد. من فکر میکنم این کار کاریه که خدا میکنه. من از کار خدا میخوام به خدا برسم
مکاشفه خدا از کار خدا انجام میشه، اما تعریف خدا از کار خدا شروع نمیشه. درست. تعریف خدا از ذات خدا شروع میشه. و این خطر هم هست که اگر ما بخوایم پرستشمون، پرستش خدا رو به خاطر کارش شروع بکنیم، خب ما میبینیم کار و اراده خدا در زمانهای مختلف به خاطر صفات مختلفش متفاوته، پس پرستش ما هم تغییر میده، چون خیلی وقتا اراده خدا باب میل ما نیست، پس اونجوری که شایسته ای که خداوند پرستش بشه ما نمی کنیم این کارو. خب من فکر میکنم این مقدار باید اینجا مشخص بکنیم تعریفات رو، وقتی که صحبت از کار میکنیم چی هستش که الان این حرکت تازه که تو الهیات مسیحی شکل گرفته این هستش که شما برای شناخت خداش شما نمیتونید یه ایده رو تعریف بکنید و بعد اون ایده رو بپرستید. شما این حرکتی بود که آگوستین کرد، صحبتایی بود که کلیسای غرب بهش کشیده شد، الان این حرکت یه مقدار تغییر کرده و میگه شما نمیتونید ذات خدا رو بشناسید مگر اینکه اول کار خدا رو بشناسید. بودن یعنی انجام دادن، یعنی از انجام کار و عمل کرده خدا هستش که ما میتونیم ذات خدا رو بفهمیم. بله خدا در موارد مختلف کارهای مختلف انجام میده، ولی این مکاشفه کامل رو که در کلامش برای ما آشکار کرده ما میتونیم کلیت خدا رو از کاری که انجام میده در تاریخ فدی بشر بفهمیم و درک کنیم، بگیم که این ایده ما از خدا هستش، این دید و درک و فهم ما از هستی هست. یعنی اینطور میخواد بگه که شناخت خدا نمیشه نمیتونیم از هستی شناختی به عمل کرده خدا برسیم، باید از عمل کرده خدا به هستی و وجود خدا و جوهر او برسیم. درسته، ولی بعضی وقتا ما یه سری کارها و اعمال و یه صفات خدا رو بیشتر میپسندیم از بقیه صفاتش. ما محبت خدا رو خب خیلی بیشتر میپسندیم تا عدالت خدا بعضی وقتا، که باعث تنبیه میشه. بنابراین اگر وقتی ما روبرو میشیم با صفت عدالت خداوند، اگر دل شکسته بشیم پرستش ما تاثیر میذاره. و اگر ولی اگر بدونیم در ذات خداوند اینا خلاصه میشه و ذات خداوند رو بشناسیم، در هیچ شرایطی پرستش ما نسبت به اون خداوند تغییر نخواهد کرد. اون محبت ما لاغا نسبت به خدا، اون دیدگاه ما نسبت صحبت شما در واقع صحبت اصلی این هستش که هر آن چیزی که خدا میکنه گاهی اوقات باب میل ما هست، گاهی اوقات باب میل ما نیست. ما نباید آن چیزی رو که خدا میکنه رو طبقه بندی بکنیم، بگیم این قسمت از خدا رو قبول دارم، این قسمت رو قبول ندارم و خدایی رو مطابق خواست خدا. و اگر ذات خدا رو بشناسیم دیگه این اتفاق برای حالا صحبت من بیشتر این هستش که ما از این کارها بدون اینکه جانبداری بکنیم، بدون اینکه طرفداری بکنیم از یه سری کارها و یک سری کارها رو رد بکنیم، تمام کارها رو باید صادقانه نگاه بکنیم، از کارها ذات خدا رو بشناسیم. حالا صحبت اصلی اینه که از ذات به کارها نمیشه رسید، از کارهاست که به ذات میشه رسید و این زمانی هستش. در واقع اینا نمیشه جدا کرد اصلا. چون کارها قابل تشخیص میتونه باشه ولی نمیشه جدا کرد. اجازه بدید اینجوری بگم، مکاشفه خدا از کار خدا به صفات و به ذات خدا میره، ولی در هستی شناسی هستی خدا هست که صفات خدا و کار خدا رو تشکیل میده. ما وقتی میخوایم پرستش بکنیم خدا رو برای کارهاش پرستش میکنیم. خدا همیشه میگه من شما رو از مصر بیرون آوردم، به یاد بیارید به قوم اسرائیل. پس ما خدا رو به خاطر کارهاش پرستش میکنیم، ما خدا رو به خاطر صفاتش پرستش میکنیم، چون خدا خدای قدوسیه، خدا خدای محبتیه، پس من میتونم در این محبت و قدوسیت خدا رشد بکنم و در امنیت باشم. اما حواسمون باشه همونطور که شما گفتید، اصل نشأت گرفته از هستی خدا صفات و کار خداست، پس من در وهله اول خدا رو میپرستم، در کنار او صفات و کارهای خدا رو هم برای پرستش خودم منجر قرار میدم، برای که اونها هم به من نشون میدن ذات خدا رو، مکاشفه خداست. این خیلی مهمه که در نظر داشته باشیم، من خدا رو از طریق کارهاش به صفاتش به ذاتش میشناسم، ولی پرستش من به هستی شناختی از ذات به صفات به کار خدا شروع میشه. وقتی اینجوری به خدا نگاه میکنیم، در هستی و ماهیت خدا، به قول شما اگر هم من الان در آمادگی روحانی برای پذیرش کار خدا نیستم، ولی خدا رو خواهم پرستید، اصلا هم دلیل دیگه ای نمیخوام. من خدا رو میپرستم چون خدا خداست. من خدا رو میپرستم، توی کلام خدا میگه اگر انجیر شکوفه نگیره، من باز خدای خود رو خواهم پرستید، چون کار خدا مرجع پرستش من نیست، با وجودی که کار خدا باستا به ذات خداست، ولی من خدا رو برای خدا میپرستم، خدا رو برای صفات خدا. اینجا واژه کار و برکت رو داریم جابجا استفاده میکنیم، چون وقتی حالا من طرز و تفکرم از کار خدا هم برکات خداست، هم عدالت و خشم خداست که عکس العمل تقدس و نسبت گناه هست. یعنی تمام وقتی میگم کار خدا، منظور من الان از صحبتام کار خدا در تمام جوانب، از هر
جنبش در تاریخ فعلی بشر هست، چه به نفع من البته برای برکت من هست، چه به دلخواه من چه غیر دلخواه من. حالا بخش از صحبتم سر برکت هست که اونم درست میفهمیش، فکر کنم اشاره شما برای همین بود که حالا بعضی وقتا ما خدا ما رو برکت میده، ما این کار خدا رو اساس ذات او قرار میدیم و بعد یک جایی رو از ما یه چیزی رو میگیره، ما میگیم خدا این گونه نیست، من قبول ندارم، یعنی دل بخواه این رو نگاه میکنه، در حالی که باید بپذیریم کار خدا رو در طی تاریخ فدیه بشر با دیدن کارها بتونیم ذات خدا رو بفهمیم. حالا این من خوشم میاد یا خوشم نمیاد یا به دیدم محدود من این برای من مفیدی یا مفید نیست، بحثی هستش که برمیگرده به حالا فکر میکنم ذات خودمحور خودمون. ولی یه حتی کار خدا رو در نظر بگیر، حالا من خودم این باور ندارم، ولی اگر مثلا شما برگردید به باور کالوینیست ها، کار خدا در نجات محدود به یه گروه صحبت نکنه به باور کالوینیست ها. من خودم کالوین رو دوست دارم، صحبتش رو دوست دارم، ولی حالا در این مورد خاص که زیاد باش موافق نیستم و اصلا کلا الهیاتش در این خصوص که برمیگرد مثلا میگه کار خدا برای نجات مختص عده خاصی است. خب من ممکنه بگم، من اگه بخوام فرض کنید از کار خدا بیام بگم من این کار خدا رو، اون اگه جزء کسایی هستم که اینجا پیدا کردم، من این کار خدا رو قبول ندارم، من نمیتونم بیام جو خدای رو بپرستم، من در درک کار خدا قابلیت پرستش خدا رو نخواهم داشت، در درک کار خدا میتونم به صفات و به ذات خدا برسم، ولی پرستش من ولی اینکه کار خدا رو درک نکنم و به قول شما برکتی توش باشه یا نباشه مختص ذات خداست. یه وقت کوچیکی دارم اجازه بدید یه نکته دیگه من میخوام بگم، به هفته دیگه بیشتر و بیشتر صحبت میکنیم در بابش. توی سرودهای پرستشی صحبت از اسم مسیح هست، اسم روح القدس هست، اسم خدای پدر هست، پدر جان ندانم چطور، یا به مسیح رو میپرستیم یا روح خدا، توی همش هست. ما توی سرودهای فارسی خوشبختانه هر سه رو داریم. صحبتمون سر اینه که اگر من پسر رو یا عیسی مسیح رو میپرستم و یا اسم عیسی مسیح رو دارم در سرود خودم میارم، این منفک از پدر و روح نیست، چرا که من در مورد سه خدا صحبت نمی کنم. ممکنه راجع به کار مسیح برای فدیه دارم تون سرود شکر گذاری میکنم که گفتیم ما برای کار خودم خدا رو شکر میکنیم و میپرستیم، ولی وقتی من دارم میگم من مسیح رو، مسیح پسری هست که در کنار پدر و روح القدس تعریف میشه، پدر پدری هست که در کنار پسر و روح القدس تعریف میشه. پس وقتی من دارم یک اسمی رو در سرود پرستشی میارم، به این معنی است که تاکید من روی یک شخص تاسیس هست، روی هر سه شخص هست. ممکنه روی یک کار باشه، درسته. کار نجات، کار تکمیل کردن، کار فیض، کار حالا شفاعت، ولی روی یک خدا هست که در سه شخص هست. مثلا وقتی اسم میبریم، خدای پدر، خدای پسر، روح القدس، اون کار یا اون چیزی که اختصاص داده میشه به اون شخص بلافاصله پشت سرش من بیاد درسته. صحبت گریگوری اف نازیانس میافتم که میگه هر وقت در مورد خدا صحبت میکنم منظورم پدر، پسر، روح القدس، و هر وقت در مورد پدر، پسر، روح القدس صحبت میکنم منظورم خداست. یعنی اینا از هم قابل تفکیک نیست، اینها قابل تشخیص هست و تشخیصش هم به خاطر اینه که هر کدوم از نوگونون تستیس کار به خصوصی رو در نجات، در رابطه با نجات من انجام میدن. پدر پسر رو میفرسته و روح القدس از پدر و پسر نشأت میگیره و این صحبت هم همون آگوستین میکنه، هم توی اعتقادنامه داریم که اینها تمایزی هست در انجامشون در رابطه با تاریخ فدیه بشر. بنابراین از یک بود من وقتی دارم پسر رو خطاب میدم به ذات خدا دارم خطاب میدم، از یک بود دارم به کار و عمل کرده یکی از اغنوم تسنیز در رابطه با نجاتی که با من داره اشاره میکنن. درست. پس اینو مطمئن، چون از عزیزان میگن او پس ما باید حالا توی تمام آهنگامون اسم هر ستا رو داشته، هر ست شخص رو داشته باشیم یا اسم یه شخص بیشتر نباشه. خب ما به خاطر محدودیت زبانیمون ممکن خیلی وقتا با یک اسم فقط توی یه سرودی داشته باشیم، ولی باید خداگاه ما واقف باشه برای اینکه من وقتی اسم پسر رو دارم میارم دارم خدا رو در شخص پرستش میکنم. درست. قابل تشخیص هست این چیز، ولی قابل جدا کردن این نیست که بخوایم اون رو جدا کنیم از اون. و این به نظر من یکی از نکاتی هست که شاید توی پرستش کلیسایی باید بهش دقت بکنیم. خیلی خوبم هست که به نظر من هر سه شخص سعی کنیم هر سه شخص تسلیس در سرودهای پرستشی ما باشن، کمک میکنه به اینکه خیلی در خداگاه خودمون مشکل نداشته باشیم با پرستش سه شخص، چرا که ما میبینیم زن سامری میاد مسیح رو میپرسته با اشکاش و همینطور میبینیم مسیح که پرستش ما رو به سمت پدر سوق میده و چقدر روح در این پرستش نقش داره. ما دو دقیقه و نیم فرصت داریم، اجازه میدید من سه تا کتاب رو معرفی کنم. اولین کتابی که به فارسی هستش نوشته دکتر مهداد فاتحی به اسم تسلیس خدای مسیحیان هست که بخشی از این کتاب تخصیص داده
داده شده به تأسیس و پرستش مسیحی. از انتشار تیلان میتونید ابتدا بکنید. من حتما به دوستان عزیز توصیه میکنم کتاب رو بخونید، چون بعد از خوندن این کتاب متوجه میشید که اصلا صحبت مسیح در مورد تسلیس چیه. کتاب دومی که در همین خصوص نوشته شده Worship and Community and the Triune God of Grace، پرستش، جماعت و خدای تسلیس فیز فیاض. عرضم به خدمتونم کتاب خوبی هستش، نوشته جیمز تورنس هست. و کتاب دیگه ای که از نویسندگاه های گوناگونی مقالات گوناگونی رو درج کرده درش، خدا تسلیس اقدس هست، تفکراتی تأملاتی در باب ایمان مسیح و دیانت و یا کاربرد اون، از آلستر مک‌گرت گرفته جی آی پکر تا تیموتی جورج. افراد گوناگونی هستن که بر ابعاد مختلف این کتاب رو نوشتن. یه بخش از صحبتایی که امروز هم کردیم در همین کتاب یافت میشه. من تشویق میکنم دوستان عزیز این کتاب‌های گوناگون اگر تسلط به زبان انگلیسی دارید حتما بگیرید، مطالعه کنید. کلیسای ایران نسبت به دو سه سال گذشته، من این رو از نزدیک دقت کردم، رشدش در فهم تسلیس زمین تا آسمون تغییر کرده. ما توی تلویزیونی های مسیحی اکثرا هر وقت در مورد تسلیس صحبت میشد بدعت تلین داده میشه. الان دوستان عزیزی که در مورد تسلیس صحبت میکنن با کلماتش درست و انتخاب شده مشخص دارن استفاده میکنن برای تعریف تسلیس. خب امیدوارم که هفته آینده باز این فرصت باشه، فرصت بیشتری باشه که بگیم رابطه تسلیس در پرستش ما شاید امروز خیلی واضح نبود، ولی بتونیم بیشتر در موردش خیلی در مورد پرستش ما، ولی باز بیشتر صحبت خواهیم کرد که هر کدوم از این شخصیت های تسلیس چجوری میتونن در پرستش شخص تسلیس در پرستش های ما تاثیرگذار باشه. خسته نباش، من جا کلی آدم سیدم زیر این میز کاری که بود دست پیدا دوستان عزیز دوستتون داریم، به خدای بزرگ میسپاریتون. شبتون خوش. خدا نگهدار. تا هفته دیگه.